میدونستید که به نینجا در زبان ژاپنی شینابی گفته میشه؟ شینابی همون نیروهای پنهانی هستن که اغلب به هنرهای رزمی و روش مبارزه نینجوتسو تسلط دارن. از طرفی نینجاها برای جنگیدن با دشمنان خودشون از سلاح‌های کاملا متفاوتی استفاده میکنن که از معروف‌ترین آنها شورایکن یا همون ستاره نینجا هست. و جالب بدونید که حتی پوشش نینجاها نیز با تمام نیروهای مخفی دیگه در طول تاریخ تفاوت‌های آشکاری داشته. گفته میشه لباس‌های تیره و استفاده از نقاب به منظور پوشاندن چهره با هدف ایجاد رعب و وحشت در دشمن صورت گرفته. اما در ادامه می‌خواهیم نگاهی بندازیم به چند مورد از جالب‌ترین سلاح‌های نینجا. با پیج محمود نینجا همراه باشید. شماره 10 کونای. در دوران فئودالی ژاپن کشاورزان از هر چیزی که در اطرافشون بود سلاح‌های قابل پرتابی می‌ساختند. به همین دلیل ژاپنی‌ها به طور گسترده معتقد هستند که در خلق کونای از بیلچه باغبانی استفاده شده. امروزه این سلاح تبدیل به مهمترین جگمزار پرتابی نینجاها شده و هیچ کدام از آنها را بدون در اختیار داشتن حداقل یک عدد کونای پیدا نخواهید کرد. و جالب بدونید که این سلاح با تعادل و وزن کمی داره. استفاده از اون بسیار راحت و در این حال بسیار دقیق و بدون خطا است. شماره 9 شورایکن. اصلی ترین جنگ افزار مورد استفاده توسط نینجاها هستند. درست مانند مورد قبل این سلاح از دقت و قدرت مناسبی برخورداره. شورایکن ها در انواع و اقسام مختلف با اندازه های متفاوتی ساخته میشن و به خاطر شکل ستاره مانند خودشون عموماً تحت عنوان ستاره نینجا نیز شناخته میشن. شماره 8 فوکداکه یا فوکیا. این مورد یکی از ابتدایی ترین و در کمال تعجب خوش ساخترین سلاح باستانی نینجا به شمار می آید. به کمک این سلاح می توانید هدف مورد نظر رو تا فاصله 20 متری مورد اصابت پیکان قرار دهید. نقاط تیز پیکان به راحتی می توانند به داخل گوشت و استخوان دشمن نفوذ کنند و وی را از پای در بیاورند. علاوه بر اون استفاده از سم به منظور زهرآلود کردن پیکان و افزایش اثر بخشی این سلاح بسیار مرسوم بوده است. شماره 7 کاکوته. همونطور که می دونید نینجاها استاد حملات مخفیانه هستند. این جنگ افزار دقیقاً با همین هدف ساخته شده. این سلاح متشکل از یه حلقه بزرگه که روش با چندین زاده تیغ مانند پوشیده شده که نینجا میتونه به راحتی اونو در دست خودش پنهان کنه بدون اون که دشمنش کوچکترین بویی ببره. اما بعضی از انواع این سلاح تیغ‌های کوتاه‌تری دارن. شماره 6 کوساری فوندو. کوساری به معنای زنجیر و فوندو به معنای وزنه است و اگر به تصویر نیز نگاه کنید معنای اجزای سلاح رو به خوبی مشاهده خواهید کرد. این جنگ افزار از یک زنجیر تشکیل شده که دو انتهای اون وزنه قرار داره. در نتیجه جایگزین مناسبی برای شمشیر به حساب میاد. از طرفی پنهان کردن سلاح بسیار آسونه و بدین ترتیب اثر بخشی سلاح بالا خواهد رفت. اما شماره 5 متسوبیشی. سلاح بعدی متسوبیشی نام داره، اما اشتباه نکنید و اونو با میتسوبیشی اشتباه نگیرید. متسوبیشی معوضه کوچیکه که با خاکستر، شن، خاک و موارد مشابه پر شده. جالبه بدونید که گفته میشه معنای این کلمه تا حد زیادی به عبارت له کردن چشم هم خواهی داره، چرا که مکانیسم اثر اون دقیقا همین خواهد بود. از آنجایی که بینایی به طور موقت از بین میره اینجا فرصت حمله باز و در سایر سلاح‌های خودش رو یا حتی فرار کردن رو به دست میاره. حتما همه تون توی این فیلم ها دیدین که یه اثر دودزا ایجاد میشه. اما شماره 4 جوته. این جنگ افزار نیز در ژاپن فئودال به عنوان جایگزینی برای شمشیر محسوب میشد و حملش در برخی از ساختمان‌ها و کاخ‌ها ممنوع بود. البته به این سلاح 10 دست هم میگن، زیرا عقیده بر این بوده که به اندازه 10 دست قدرت داره. به اندازه اون عمدتاً 12 الی 18 اینچه. دوستان حتما برای من داخل کامنت ها بنویسین و اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارین. به نظر شما کدوم یکی از این سلاح ها از همه قوی تر، بهتر، جذابتر یا بالاخره نمیدونم عجیب تره؟ شماره 3 یک سلاح عجیب. مورد بعدی این لیست یکی از عجیب ترین جنگ ابزارهای نینجا هاست که با پنجه گربه معروفه و استفاده این سلاح اینه که از اون برای گرفتن اعضای حساس مانند چشم ها، شریان های حیاتی، گلو و آسیب رساندن به اونها استفاده میشه و از این رو مزیتی بزرگ در مبارزه نینجاها با نیروهای دشمن خواهد بود.
رسیدیم به شماره 2، کاما. مانند کونای، کاما نیز یکی دیگر از جنگ ابزارهای تولید شده توسط کشاورزانه. قبل از اون که کاما ساخته بشه، از اون به منظور برداشت غلات مانند برنج استفاده می شده. جالبه بدونید که محبوبیت این جنگ ابزار به حدی بالا رفته که حتی امروزه نیز کاربرد داره. از کاما در هنرهای رزمی چینی و کاراته کمک گرفته میشه. و در نهایت شماره 1، کاتانا. اکنون به موثرترین مورد این لیست خواهیم رسید. کاتانا یا کاتانا شمشیر ژاپنیه که جزو جنگ ابزارهای بزرگ محسوب شده و از قرن 13 میلادی توسط سامورایی ها مورد استفاده بوده. البته جالبه بدونید که بین تاریخ نگاران و متخصصین فنون نینجاها پیرامون به کارگیری این سلاح همواره مورد بحث بوده. گفته میشه که شمشیرهای نینجا هیچ کدام حالت خمیده نداشتن و همگی صاف بودن. با این حال هر دو گروه عقیده دارن که یک نینجا بدون شمشیر قوی مانند کاتانا قدرتی نخواهد داشت. این شمشیر عموماً 24 اینچ طول داشته و امروزه نیز در ورزش‌های رزمی مختلف حضور دارد. و مهمترین ویژگی کاتانا که اونو تبدیل به جنگ‌افزار شگفت‌انگیز کرده اینه که هم طراحی زیبا داره و هم استحکام بالایی داره. دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و نظرهای خودتون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. در انتهای این ویدیو، ویدیوهای آموزشی دیگه ما رو تماشا کنید. با تشکر از تک تک شما عزیزان. خدا نگهدار.